شب همگی به خیر تاریخ تمدن قسمت پنجم فصل سوم عوامل سیاسی تمدن قسمت اول منشأ حکومت انسان از روی کمال میل و رضای خاطر یک حیوان سیاسی نیست انجمن کردن انسان با نظایر خود بیش از آن که نتیجه میل و رقبت وی باشد برخواسته از عادت و غریزه تقلید و فشار اوزا و احوال است خب تا اینجا گفت که انسان کلا علاقمند به سیاست نیست و کلا خیلی میل و رقبتی به اجتماع نداره و اگر میبینید در اجتماع شرکت میکنه هم از روی عادته و هم از روی فشار شرایط اطرافه وی آن اندازه که از تنهایی میترسد پس انسان از تنهایی میترسد به اجتماع رغبت ندارد ولی بیشتر به اجتماع رقبت نداره پس از تنهایی میترسه ولی از اون بیشتر به اجتماع رغبت نداره از آن جهت با دیگران کنار میآید که تنهایی برای او خطر دارد و بسیاری از کارهاست که چون چند نفر با هم شوند بهتر صورت میپذیرد ولی از صمیم قلب موجودی است گوشگیر و انزوا طلب که شجاعانه خود را در برابر جهان آماده نگاه میدارد اگر انسان اگر انسان متوسط الحال می‌توانست به میل طبیعی خود رفتار کند هرگز حکومتی در جهان بر سر کار نمی آمد همکنون نیز انسان با حکومت مخالف است و آن را چون یوقی گران بر گردن خود می پندارد مالیات را با مرگ یکی تصور می کند و همیشه در آرزوی یافتن حکومتی است که کمتر حکومت کند اگر پیوسته خواستار قوانین تازه است از آن جهت است که این قوانین را برای همسایه لازم می شمارد. پس اگر به دنبال قانون هم انسان می گرده قانون واسه همسایه می خواد واسه خودش نمی خواد و اگر او را به حال خود گذارند هر و مرج طلبی است که خود از آن خبر ندارد و گمان می کند که قوانین از لحاظ شخصی او چیز... چیزهای کاملا زایدی است این جمله آخر رو بخونم این خیلی مهمه که انسان گمان میکند که قوانین از لحاظ شخص او چیزهای کاملا زایدی است هر کسی فکر میکنه قانون باید باشه ولی واسه بقیه است من به قانون احتیاج ندارم در اجتماعات اولیه بسیار دشوار میتوان وجود حکومتی را تشخیص داد شکارورزان اولیه به چیزی شبیه نظامات و قوانین فقط آنگاه گردن می نهند که در جماعات مخصوص به شکار داخل شوند پس شکارچیان قدیم فقط اون زمانی قانون رو قبول داشتند که مجبور بودن با همدیگه بلند شن برن شکار پس باید یه قانونی اونجا حاکم باشه و در واقع یک هیئت اعزامی تشکیل دهند بشمنها معمولا به شکل خانواده های جدا جدا و دور از یکدیگر به سر میبرند و همچنین کوتوله های افریقایی و بومیان استرالیا که خیلی عقب مانده هستند سازمان سیاسی را فقط برای مدتی کوتاه میپذیرند و سعی دارند هر چه زودتر به خانواده های خود بازگشت کنند مردم تاسمانی رئیس و قانون و حکومت منظم نداشتند وداهای سراندلی سرند... سراندیب وداهای سراندیب از لحاظ پیوندهای خانوادگی جمعیتهایی تشکیل میدادند ولی هرگز حکومتی نداشتند توایف کبو در سوماترا بدون رجال برجسته به سر میبرند و هر خانواده خودش را اداره می کند به ندرت بیش از دوازده نفر با هم به سر میبرند افراد گروه تونگو در جماعاتی زندگی می کنند که عدد آنها از ده چادر تجاوز نمی کند اده افراد اردوهای استرالیایی به ندرت از 60 نفر بیشتر می شود و تمام این موارد اجتماع و همکاری محدود است به کاری معین فقط برای کارهای معین اجتماع تشکیل میدن و با همدیگه همکاری میکنن مثل شکار و هرگز منجر به یک سازمان سیاسی دائمی نمی شود قدیمی ترین و البته یادتونه که توی جلسه اول خوندیم تمدن یکی از پایه‌هاش سیاسته ولی خب این اجتماعات متمدن نیستند و خب داره توضیح میده انسان ذاتن علاقه به سیاست و دولت نداره ولی از روی اجبار دیگه مجبور قبولش کنه حالا میریم جلو روشن میشه قدیمی ترین شکل معروف سازمان اجتماعی قبیله است و مقصود ما از قبیله مجموعه ای از خیشاوندان است که بر یک سرزمین زندگی میکنند و توتم مشترکی دارند خب این توتم چیه؟ در زمانهای گذشته قبائل هر قبیله یک خدایی داشت که اون خدای حیوان بود کسانی که حیوان میپرستن یا شمایلی از حیوان میپرستن بهشون میگن توتم پرست یا توتم و حالا اگر نگاه کنید اینا هر قبیله یه حیوانی رو میپرسته یکی شیر، یکی عقاب یکی میمون، یکی گوریل، دیگه هر کی هر چیزی و اونو به صورت مثلا اصاهاشون اگه دیده باشه مثلا جادوگراشون شکل اونن یا رو ش... صورتشون میکشن به صورت پس دوباره میخونیم قبیله مجموعه از خیشاوندان است که بر یک سرزمین زندگی می و توتم مشترکی دارن یعنی یک دین و, دین و, ایمانی دارن ولی دین و ایمانشون خدا و پیغمبر نیست یک حیوانه که اونو می و از یک قانون و یک عرف پیروی می هنگامی که چند قبیله در زیر فرمایش رئیسی واحد با یکدیگر دیگر می شوند اشیر پیدا می خب حالا چند تا قبیله شد یه اشیره در واقع با ایجاد اشیره دومین گام برای تکوین دولت و حکومت برداشته شده است ولی این تکامل بسیار کند صورت پذیرفته است جماعات بسیاری اصلا رئیس نداشتند و جماعات فراوان دیگر بودند که به گمان ما فقط هنگام جنگ زیر فرمان رئیسی میرفتهاند پس یعنی وقت وقتی جنگ بوده یه رئیس انتخاب میکردن در غیر رئیس نداشتن دموکراسی که امروز مانند پر خوشگیده ای زینت بخش کلاه های ماست از دسته های اولیه به درخشانترین صورت به درخشان صورت وجود داشته است در آن زمانها حکومت تنها به دست رؤسای خانواده هایی بوده است که قبیله را تشکیل میدادند و هرگز به گذاف قدرت به دست کسی نمی افتاده است هندیش مردگان ایکروی قرار شد بدونیم که هندیش مردگان میشن سرخ و دلاور به هیچ قاعده و قانونی خارج از نظامات طبیعی خانواده و قبیله گردن نمی نهند و رؤسا قدرت بسیار محدودی دارند تازه این اندازه قدرت را هم هر وقت تیر قبیله بخواهند از آنان سرد می کنند هندیش مردگان اونها تحت اداره یک شورای هفت نفره اداره می شوند این شورا در هر موضوعی آن اندازه بحث می کرده است تا اتفاق آرا حاصل شود چون بر این شورا اتحادیه ایرکولوی مش... ایر... ایروکویی مشهور را اتحادیه ایروکویی حالا بعدا میخونیم حالا قبلا یه اتحادی ایروکوی تشکیل میدن برای اینکه مثل مثلا سازمان ملل میمونه برای اینکه جنگ دیگه نباشه بین قبائل و توی صلح به سر ببرند حالا زیاد با این برخورد میکنیم که قبایل فراوان برای بقای صلح ایجاد کردند دقیقا گفت دیگه که،, که یه اتحادیه ایروکویی قبایل فراوان برای بقای صلح ایجاد کردند اضافه کنیم و در نظر بگیریم که آن وحشیان تعهدات خود را محترم می شمردند خب پس اون اتحادیه ایروکویی وقتی که قوانینی میذاشته همون وحشی ها بهش احترام میذاشتند خواهیم دید که میان آن وحشیان و دولت های جدیدی که برای تأمین صلح سازمان ملل میسازند و پیمانهایی میبندند که غالبا هم به آن عمل نمی کنند اختلاف فراوان وجود ندارد جنگ ها سبب پیدایش رئیس و پادشاه و دولت می شود دیشب صحبت کردیم در مورد این مسئله و گفتیم الان دوباره داره تکرار میشه که جنگ که سبب میشه که ما به رئیس و پادشاه احتیاج داشته باشیم و اینها خود جنگ را برپا میدارند و خب خود رئیس و پادشاه هم مسبب جنگ در جزایر ساموا اقتدار رئیس فقط محدود به زمان جنگ بوده است و در حال صلح مردم هیچ گونه توجه و اعتنایی به رئیس نداشتند مردم قبیله دایاک هیچ سلطه و اقتداری را جز آنچه رئیس خانواده دارد نمیشناسند و هرگاه مزاحمتی پیش آید جنگاورترین و شجاعترین فرد را به عنوان فرمانده انتخاب می کنند و کورکورانه از اون فرمان میبرند برند می چرا؟ برای اینکه متحد باشند یعنی امان از اون موقع که آدم متحد نباشه قبیله شکست میخوره یه نفر خودشون انتخاب میکنن و دیگه حالا هرچی گفت چون جنگه چون جنگ اگر متحد نباشند اون سمبل اتحاد بوده اگر متحد نباشند نابودند و چون از جنگ بیاسایند او را معذول میکنند دا... می و به کاری که اول داشته از میفرستند تموم شد جنگ تموم شد میگم بر دیگه رئیس بازی تموم رئیس بازی مال زمان جنگ بود و در زمان صلح کاهن یا سردسته جادوگران بیش از دیگران تسلط و نفوذ داشته و هنگامی که دستگاه حکومت تکامل یافت و صورت پادشاهی در اغلب قبایل رواش پیدا کرد پادشاه رمز و نماینده هر سه قدرت سابق گردید و وظایف سگانه خب این سه قدرت چی بودند پادشاه وقتی اومد وظایف سگانه ای داد جنگاوری پدری کاهنی به عهده او واگذار شد خب کاهنی که مال دین و این مسائله و خب جنگاوری هم مال زمان جنگه پدری هم که خب در اصلا از اول اولین جامعه یه خانواده بوده که یک پدر داشتن همه به حرف پدره گوش میدادن در واقع و, نف... و نفس جماعات را دو نیرو اداره می کند. در هنگام صلح سخن و کلام و در هنگام جنگ شمشیر پس مردم رو دو نیرو کنترل میکنه وقتی صلح صحبت میکنن اما وقتی جنگه شمشیر وقتی که با سخن نمیتونند اون وقت که شمشیر بلند میشه به این ترتیب است که نیرو آنگاه وارد کارزار میشود که از سخن و نصیحت و ارشاد کاری بر نیاید قانون و عقاید اساتیری و داستانی قرنهای متوالی دست به دست یکدیگر یا نوبه به نوبه بر بشر حکومت کردند پس یکی قانون شد یکی عقاید اساتیری حالا بعضی وقتا قانون بوده بعضی وقتها عقاید اساطیری بوده و بعضی وقتها حالا مخلوطی از دوتایش بوده و هیچ دولتی جز در این اواخر جرأت آن را نداشته است که میان آن دو جدایی اندازد و از کجا که فردا باز این دو با یکدیگر متحد نشوند و بر بشر حکومت نکنند آیا جنگ چگونه دولت را به وجود آورده است چنین نیست که انسانها ها بنا به طبیعت خود متمایل به جنگ باشد میگه انسان اصلا دنبال جنگ واقعا نیست بعضی از ملت های عقب مانده کاملا سلجو هستند اسکیمو ها تعجب می کنند که چرا مردم اروپا که دین واحدی دارند مانند حیوانات به جان هم می و عراضی را از یک دیگر می این اسکیمو ها به سرزمین خود میگویند: گویند تو چقدر خوشبختی که در زیر برف و یخ مستوری چقدر مایه خوشبختی است که اگر هم در تو طلا و نقره موجود باشد که اروپاییان این اندازه به آن آزمندند زیر این قشر زخیم برف و یخ مصدور شده و هرگز دست به آن نمیرسد رسد بی حاصلی تو مایه سعادت ماست و ما را از دستبرد متجاوزان محفوظ می دارد. با این وجود زندگانی مردم اولیه آمیخته از جنگ پایانی ناپذیری ببخشید آمیخته به جنگ پایان ناپذیری بوده است یعنی مرتب مردم اولیه جنگ بوده بینشون حالا چراش الان روشن میکنه شکارورزان از آن رو میجنگیده که سرزمین پرشکارتری به دست آورند شبانان برای چراگاه بهتر به جان یکدیگر میافتادند شکار... کشاورزان از آن جهت به جنگ کشیده می شدن که زمین, زمین بک به دست بیاورن خب پس یه سری دنبال شکار بودن میدیدن اون منطقه شکار بهتریه میرفتن اون منطقه هم صاحب داشته با طرف گلاویز می شدن می کشتنش که اون منطقه مال اونا باشه گراز داشته باشه مثلا یه عده چوپان بودن خب زمینای خودشون میدن علف و ملف نداره زمینای چوپان اونوریه خیلی وضعش خوبه میرفتن میجنگیدن بکشنش که گلش رو ببرن و گله اونم صاحب شن و کشاورزم هم همینطور کشاورزم هم دنبال زمین بهتر میگشته وقتی میدیده اون قبیله زمینش حاصل خیستره زمین خودش محصول خوب نمیده حمله میکرده و ببین همش سر شکم بوده همش سر شکم بوده حالا میرسیم بش. همه اینها بعضی اوقات برای قصاص خون یا عادت دادن جوانان خود به سختی و انضباط یا فرار از یک نواختی زندگی یا قارت و دزدی آتش جنگ جدیدی را می افرختن. حالا اینجا رو گوش بدید کم اتفاق افتاده که مسئله دین سبب پیدایش جنگی شده باشد این دینه فقط ظاهر کاره تمامش هدف قارت و دزدیه و دین بهانه بیش نیست وگرنه هیچ دینی نگفته برید ملت رو بکشید اگه گفته که اون دین نیست در میان ملت های اولیه نیز نظامات و مقرراتی برای محدود کردن قتل و خونریزی وجود داشته حتی مردم اولیه هم که اهل قتل و خونریزی بودن یه قوانینی داشتن واسه من قتل و, و خونریزی و کشت و کشتار حالا ببینیم و ساعت یا روزها و هفته ها یا ماه هایی رو معیم می کردن که مرد وحشی شریف ببینید مرد وحشی هم شریفه ولی متاسفانه بعض از مردمان متمدن شریف نیستن در آن اوقات از آدم کشی دست نگه می داشته است پس که آقا فلان هفته کسی کسی رو نکشه کسی به جای حمله نکنه فلان ما کسی رو نخوریم و عمل می کردند. همچنین برای صاحبان بعضی مشاغل یا بعضی راهها یا بازارهای عمومی مسئولیت قائل بودند. آقا حمله میکنی به هر جا بکن به این بازار حمله نکنیم هیچکی به اون بازار حمله نکنه اتحادیه ایروکویی به همین ترتیب همونی که خدمتون ارز کردم مثل سازمان ملل الانه به همین ترتیب در طول مدت سه قرن صلح بزرگ را محفوظ نگاه داشت در صورت اونا تونستن سه قرن سال صلح نگه دارن تو اون شرایط تازه با همه این احوال باید دانست که جنگ نیکوترین افزاری است که در دست ناموس انتخاب طبیعی میان ملت ها و جماعات اولیه که با آن کار خود را با آن کار خود را میکنند خب حالا میگه جنگ یک مزیت فوق العاده داره جلسه پیش گفتیم بردهداری وحشتناک بود بد بود الان هم منسوخ شده همه هم محکومش میکنیم ولی تو اون دوران نتایج مثبتی واسه ما به بار آورد که نتایجش هنوز هست و یه سریش ابداعات و اختراعات بود چرا چون طرف وقتی برده میگرفت وقتش آزاد میشد میرفت دنبال تحصیل علم وگرنه ند... اگه برده نداشت یه سره باد خودش سر زمین کار میکرد دیگه پس میخوام بگم حالا از تمام دل همه چیزهای بد ما یه وقتا یه چیزهای خوب هم به دست میاریم حالا جنگ هم با این همه خونریزی و قتل و حالا زور و اینا میبینیم که یه چیزای مثبتی ازش به جامون نتایجی که از جنگ به دست آمده از شماره بیرون است جنگ بیرحمانه ملت های ضعیف را ریشکن کرده و از میان برده از طرف دیگر سطح شجاعت و شدت و قصابت و هوش و مهارت را در بشر بالا آورده است پس میگه جنگ آدما رو شجاع میکنه و هوش و مهارت رو بالا میبره عاملی است که اختراعات را سبب شده است یکی از عواملی که اختراط ایجاد شده جنگ بوده ادواتی که منحصرا برای خدمت قشون روی کار آمده اند پس از جنگ کاملا در خدمت بشریت قرار گرفته پس زمان جنگ ما سری ادوات داشتیم که باهاشون میجنگیدیم یا برای جنگ بودن بعد از جنگ در زمان صلح اینا به خدمت بشر در اومده و افزارهای سودمندی شده است چه بسیار از راه که در زمان خود ما به منظورهای سوقل جشی استفاده می کردیم و همکنون یکی از وسایل بازرگانی گردیده است اصلا خط راهان کشیدن برای جنگ جاده کشیدن برای جنگ ولی بعد از جنگ مردم سالیان سال ازش استفاده کردند. از همه اینها بالاتر آن است که جنگ کمونیست و هر جمعش طلبی دوره های اولیه را از میان برده روح انتظام و انضباط را در میان بشر در میان بشر پراکنده استفاده بندگی از اسیران جنگ را روی کار آورد و سبب جلوگیری از پریشانی طبقات و نمو قدرت و نمو قدرت حکومت گردیده است اگر مالکیت مادر حکومت باشد باید گفت که جنگ هم پدر آن است یه دور دیگه رو بخونیم این یه درس بزرگه اگر مالکیت مادر حکومت باشد باید گفت که جنگ هم پدر آن است خب بریم سراغ بخش بعد دولت نیچه میگوید دسته از وحوش خوشرنگ گوشتخار جماعتی از اربابان پیروز شده که با نظامات جنگی و نیروی منظم چنگالهای هولناک خود را به تن جماعات عظیمی از مردم فرو کرده اند و شاید عدد این مردم به مراتب از آنها بیشتر بوده ولی انتظامی نداشته تا بتوانند مقاومت کنند پس نیچه میگه که یه عده خیلی کمی نسبت به مردم کلی چون منتظمند چون متحدند چون هدفمندند اومدن و یه تعداد خیلی زیادی رو به خاک و خون کشیدند بهشون ظلم کردن و برش برشون حکومت میکنند چون اون تعداد زیاد متحد نیستن نظم و انتظام نظم و انتظام ندارند ولی خب اینا منظمند اینا هدف دارند و با همند این است اصل دولت لسترواد میگوید دولت به اعتبار آنکه متمایز از نظام قبیله است از آنچه آغاز میکند که نژادی از نژادهای بشری بر نژادی دیگر تسلط پیدا کند اوپنهایمر میگوید به هر کجا نظر کنی خواهی دید قبیله ای که از حیث استعداد کارزار بر قبیله دیگر برتری دارد برمیخیزد و نسبت به آن تعدی میکند پس یعنی هر قبیله ای که زورش بیشتره جنگجورتره حمله میکنه به قبیله ضعیفتری که توان جنگی کمتری داره و بهش تعدی میکنه و پس از آن در سرزمین قبیله مغلوب جماعتی به نام اشراف تشکیل میدهد میره اونجا رو میگیره خودش میشه اشراف و بران حکومت و دولتی بنیان میگذاره فقط بابت اینکه زورش بیشتر رادسن هوفر میگوید زورگویی و عنف عامل مولد دولت است گامپلوویچ میگوید دولت نتیجه پیروزی است و در آن طبقه پیروز شده نسبت به آنها که مغلوب شده اند طبقه حاکمه را تشکیل می دهد همشون یه حرف می زنن. یه جنگیه بین دو عده که حالا میخوام بگم یه عدهشون تعدادشون خیلی کمتره ولی متحدن و دخل اون عده رو میارن سامنر میگوید دولت نتیجه نیروست و با نیرو بر سر پای خود می ایستد این پیروزی که به وسیله نیرو قالب اوقات به ضرر دسته کشاورزانی می شود که به زمین پیوند ناگسستنی دارند و به نفع آن و نفع آن آید قبایل شکارورز و چوپان می شود دلیل آن این است داره میگه که ضرر به کسی میرسه که کشاورزه و زمین داره و سود کسی میکنه که در اصل شکارچیه و هیچ زمینی هم نداره اصلا شکارچی چیزی نداره میره شکار میکنه ولی کشاورز زمین داره رو زمینش زحمت میکشه کار میکنه بعد چند ماه بعض وقتا یک سال بعض وقتا چند سال به محصول میرسه پس زمینش واسش خیلی مهمه دلیل حالا دلیل این است که کشاورزی مردم را عادتا به مسالمت و سلطه طلبی میپرورد کشاورز سلطه طلبه و آنان را به نوعی زندگانی مرتب عادت میدهد مرتب منظم سر وقت بود بلند بره آبیاری سر وقت بود کاش داشت برداشت که امروز امروز آن با دیروزش تفاوتی ندارد و چنان می شود که این مردم در نتیجه کار سخت روزانه فرسوده می شوند چنین مرد از صبح تا شب داره کار میکنه زحمت میکشه چنین مردمی به فکر گرد کردن مال میفتند و غریزه و فنون جنگ را فراموش میکنند دیگه میرن دنبال کار و کاسبیشون و فراموش میکنند که ممکنه روزی جنگی هم بشه و قدرت جنگیشون پایین میاد اما شکارورزان و چوپانان که به مواجهه با خطر خود گرفته و کارشان کشتن است شکارورزان یعنی شکارچی و چوپان همینطور هم چوپان یک سره با گرد درگیرن با خرس درگیر بودن با حیوان وحشی درگیر بودند یک سره در حال کشتن و کشته شدن بودن یا یه شکارچی وقتی میره شکار گفتم دورای قدیم ممکن بود برنگرده ممکن بود خرسه اون رو بخوره تا این بتونه خرسه رو بکشه خب جنگ را این, این افراد یعنی شکارورزان و چوپانان جنگ را نوعی شکار میپیدارند که خطر آن بر خطر شکار حیوانات چندان فضولی ندارد یعنی طرف میخواد بره شکار خرس شاید بلنشه بره حمله کنه به کشاورز خیلی واسه راحت باشه کشاورز را قطعا میتونه بزنه بکشه ولی ممکنه خرسه بزنه بکشدش پس اینکه کلا داری میجنگه ها چه که با خرس بجنگه خب میره با کشاورز بند خدا میجنگه به همین جهت هنگامی که شکار در جنگل نقصان میپذیرد یا چراگاه میخشکد و تعدد دام های گله کم می شود نظر حسرتی به محصولات زیبای همسایه انداخته به بهانه ای اینو گوش بدید به بهانه ای که همه وقت آسان به چنگ می بهانه خیلی راحت به دست میاد نزاعی برپا می سازد و بر عراضی مجاور خود میتازد و آن را محاصره می کند و آخرالام به تصرف در می آورد. آنگاه ساکنان قدیمیان اراضی را بنده خود ساخته مطیع فرمان خیش قرار می دهد میره اونجا رو می گیره چون زور داره خودش میشه ارباب پاشم پاش می رو پاش می اون بند خودم کشاورزه می کرده باز خودش حالا باید کشاورزه کنه واسه آقا دولت نتیجه تکاملی است که جدیدا صورت پذیرفته دولت جدیده و از زمان پیدایش تاریخ مدون پیشتر نمی رود زیرا ظهور دولت مستلزم آن است که تغییراتی در اصول نظامات اجتماعی رخ دهد و به جای آن که فرمان مخصوص رئیس خانواده باشد در اختیار کسی در که پیروز شده پس یعنی اینطوری نیست که ما یه قبلا قبالی رئیس انتخاب میکردن اون فرمان میداد که اونم میگیم خیلی قدرت نداشت بند خدا تو جنگ بیشتر قدرت داشت بعضی وقتا اصلا پیرمردای محله میتونستن بزننش کنار و اون تو خودشون انتخاب میکردن یا حالا موروسی بوده ولی الان دیگه عوض شد جریان الان دیگه هرکی زورش بیشتره هرکی حمله کرد هرکی گرفت هرکی کشت این تسلط آنگاه بهتر فراهم میشود که اده از جماعات که به طور طبیعی به سر میبرند به صورت وحدت تن... وحدت تنظیم یافته تر در آیند پس یه سری از مردم با هم متحد میشند منظم و قابلیت انجام اعمال بازرگانی زیادتر می شود خب وقتی وحدت باشه وقتی نظم و انضباط باشه پس بازرگانی هم رونق میگیره حتی در چنین حالتی نیست حکومت و دولت وقتی قابل دوام خواهد شد که پیشرفت اختراعات حالا میگه چه وقتی حکومت میتونه دوام بیاره وقتی پیشرفت اختراعات و نیروی عاملی که تسلط یافته بیافزاید یعنی اختراعات بر نیرویی که تسلط یافته یعنی نیروی دولت دیگه دولت یعنی کی یعنی یه کسی که با زور رفت ملت رو کشت الان حکومت شد مال اون حالا اختراعات با بر نیروی این بیافزایه تا بتونه دوام بیاره پس دولت وقت قابل دوام خواهد شد که پیشرفت اختراعات به نیروی عاملی که تسلط یافته بیافزاید پیشرفت اختراعات به نیرو کدوم نیرو تسلط یافته همین دولت دیگه و در دسترس او سلاحها و ادواتی بگذارد که چون آتش انقلاب و شورشی زبانه کشد بتواند آن را خاموش کند و به هر صورت اسلحه داشته باشه که اگر هم ملت شاکی شدن که چرا ظلم میکنی بتونه آتیش را خاموش کنه با اسلحهش راحت و در آن هنگام نیست که تسلط کامل و دائمی حاصل می شود و اون موقعی که کاملا مسلط میشه گوش بدید اینجاش خیلی قشنگه مبدع قهر و قلبه میل دارد یعنی اون کسی که اومده شما رو کشته یکی اومده شما رو کشته و قل و کرده و مالتون رو کرده مال خودش شما رو هم کرده بنده خودش حالا این آدم مبدع قهر یعنی خود اون کسی که الان سر کاره میل دارد که خود را پنهان سازد و کاری کند که مردم آن را به دست فراموشی سپرند بعد که اومد سر کار دوست دارم فراموش کنن این چطور اومده دوست داره همه چیز فراموشه همه چیز پاک شه که کسی یادش نره آقا این بهزور اومد اینجا این همه رو گرفت کشت اومد اینجا بعد همه چیز فراموشه که ما فکر کنیم نه این از اول اینجا بوده اصلا اینجا مال این بوده حالا این رو گوش بدید هنگامی که فرانسویان در سال 1789 انقلاب کردند گوش بدید گوش بدید خیلی مهمه هنگامی که فرانسویان در سال 1789 انقلاب کردند نزدیک بود نفهمند که طبقه اشرافی که مدت هزار سال بر آنها حکومت می کرده اصلا از آلمان آمده و فرانسه را مسخر ساخته است فرانسویها فهمیدند که آلمانیا هزار سال پیش اومده بودند فرانسه را با جنگ به دست آورده بودن و با قدرت و طبقه اشراف و تشکیل داده بودن در فرانسه بعد از هزار سال فهمیدن بیرونشون کردن چرا؟ چون هزار سال آلمانیان میخواستن همه فراموش کنن که چطور این اومدن دوست نداره قوه قهری مردم بیادشون بمونه و این حقیقتی بود خب یه بار دیگه بخونم این خیلی مهمه نزدیک بود نفهمند که طبقه اشرافی که مدت هزار سال بر آنها حکومت میکرده اصلا از آلمان اومده و فرانسه را مسخر ساخته است و این حقیقتی بود که کامیل دمولن آشکار ساخت حقیقت این است که مرور زمان بر روی هر چیز حاله ای از قدسیت میاندازد زمان وقتی بگذره هر چیزی رو میتونی مقدسش کنی حتی پلیدترین دزدیها در دست نوادگان دزد اصلی ملکیت مقدسی می شود دوباره می خونم اینو با صد بار خوند حتی پلیدترین دزدی ها در دست نوادگان دزد اصلی ملکیت مقدسی می شود که تجاوز نسبت به آن را جایز نمی شمارند باز می خونم اینو با نوشت زد سردر تمام شهر شهرها حتی پلیدترین دزدی ها یعنی چی یعنی ریختند توی مملکت یک کسی ریختن توی خونه و زندگی یک کسی و اونجا رو گرفتن به قهر کشتن همه رو بقیه برده کردن ولی خب اینا نسلندند در نسل دارن عوض میشن و حالا افتاده دست نوادگان ولی نوادگان دارن تلاش میکنن مقدس سازی کنن تلاش میکنن خاطرها فراموشه یادشون بیاد یادشون بره اینجا رو با چاقو و با شمشیر و با خون به دست آوردن و با زور اصلا اینجایی نیستن آقا اینا اصلا فرانسوی نیستن اینا آلمانی هزار سال پیش اومدن ما رو کشتن حالا شدن اشراف حالا شدن عزیز پس مسئله همینجاست حتی پلیدترین دزدی ها در دست نوادگان دزد اصلی ملکیت مقدسی میشود دقیقا اینا مقدس میشن تلاش میکنن خودشون رو قدیس کنن و پدران خودشون رو که با دزدی اومدن اونجا مقدس میشن که تجاوز نسبت مان جایز نمیشه و کسی دیگه حق نداره بیاد مالشو بگیره نه اینا اصلا مال اینا بوده آدم های مقدسی هم بودن هر دولت با قهر و عنف ایجاد می شود هر دولت با قهر و عنف ایجاد میشود و طولی نمیکشد که انسان ندانسته و لا انشعور اطاعت از آن را میپذیرد و چیزی نمیگذرد که انسان چون پرچم دولت خود را میبیند دلش از شادی لبریز میشود بعد از یه مدت ماها میپرستیم کسانی که با چاقو و شمشیر اومدن سر جدای ما رو بریدن و مملکت ما رو صاحب شدن و شدن اشراف و ما شدیم برده ما اونا رو میپرستیم بعد از چند نسل چون هدف اینه چون برنامه اینه عجب کتابیه عجب کتابیه آدمی در این عمل از راه ثواب منحرف نیست زیرا دولت به هر صورتی که ساخته شده باشد حالا داره میگه همین دولت بد همین دولت بی خود ببینید تو هر چیز بد باز چیزای خوب ایجاد میشه حالا داریم از بدیاش رو میگیم خوبیاش هم بیان میکنیم دیگه دیدید بردگی و بدیش رو گفتیم خوبیش رو گفتیم آدم خوری بدیش رو گفتیم خوبیشو گفتیم الان میریم سر همین که دولتی که حالا اینقدر این شرایط داره خوبی هایی هم به هر صورت داره دیگه ببینید خوبی ها چیه زیرا دولت به هر صورتی که ساخته شده باشد به زودی همچون پایه و رکنی می شود که برای نگهداری نظم کمال ضرورت دار دارد پس دولت میاد بالاخره نظم رو برقرار میکنه برای موندن خودش اون برای موندن خودش داره نظم رو برقرار میکنه ولی خب اون نظم سبب میشه که ملت بتونن زندگی کنن از آنگاه که میان قبایل و اشیره ها ارتباط بازرگانی برقرار می شود دیگر پیوستگی جماعت ها نمی تواند بر بنیان خیشاوندی اصوار باشد پس دیگه تمام شد اون زمانی که خیشاوندی همه کاره بود گفتیم اگه زورش بیشتره هرکی اومد اینجا رو قروخ کرده بلکه روابط از راه همجواری برقرار می شود و دستگاه های انتظامات خاصی ضرورت پیدا می کند خب حالا اینجا بیان کرد که قبلا قبل از تمدن قبایل همه خانواده ها پیش هم بودن ولی اینجا دیگه اینطور نیست ما تو دنیای متمدد با خانوادهمون دور هم نیستیم با کسایی که همسایه این دور بر ما با کسانی که هم جواریم ارتباط داریم با خانوادهمون هم داریم ولی خب با خانواده قطعا پیش هم نیستیم انسان قدیمی انسانی که متمدن نبود همشون خونواده بودند و کنار هم زندگی میکردن ولی الان نه دیگه اونطور نیست به عنوان مثال میتوان اجتماع مردم مردم یک دهکده را ذکر کرد در اینجا ده جانشین قبیله و عشیره گشته دیگه ده که الان اومده میگه جانشین قبیله و عشیره گشته قبیله یه, تر... یه خانواده بودن بن چند تا قبیله میشد یه عشیره ولی ده جانشین نشده و با همدسته رؤسای خانواده ها برای سرزمین به وسعت کم یک دولت ساده و تقریبا دموکرات به وجود آمده است و چند دهن یعنی به هر صورت و بعد حالا اینا یه دولت متمرکز میخوان که با هم متحدشون کنه ولی همین وجود جامعه دهکده ای و زیادی شماره آنها وجود یک سلطه و اقتدار خارجی را ایجاب میکنند همین که ارز کردم که روابط میان جامعه های مختلف را انتظام بخشد و شبکه اقتصادی را که سبب پیوستگی آنها به یکدیگر است فشرده تر سازد پس اون نیروه که رو سر همه ایناست به اقتصاد هم کمک میکنه و اقتصاد به همهشون کمک میکنه دولت که در ابتدای پیدایش هولناک و اسباب نگرانی است این نیازمندی را رفع میکند نه تنها نیروی سازمان یافته است بلکه همچون افزاری است که مصالح متضاد هزاران گروه را که جامعه های مرکب و پیچیده از آنها ساخته می شود با یکدیگر به حالت سازگاری نگه می دارد. یعنی این دولته میاد و نمیذاره این دهات با هم دیگه دعوا کنن این دسته ها دیگه با هم دیگه در چون اونه که قانون میذاره دیگه جنگ میان اینها تموم میشه چون اونه که دیگه حاکمه و اونه که قانون میذاره و اونه که نظم و برقرار میکنه چون دولت از این وظیفه خود می آساید حالا دولت تونست بیاد و صاحب همه اینا بشه همه اینا رو متحد کنه نظم برقرار کنه حالا چیکار میکنه؟ چنگال های تسلط و قانون خود را پیش میبرد و خورده خورده دامنه نفوذ خود را وسعت میبخشد و در عین حال که جنگ های خارجی را مخرب تر میسازد صلح داخلی را طولانی تر و پایدارتر میکند پس این چی یه دولت میاد برای موندنش جنگ خارجی راه میندازه داخل صلح صلح داخل ایجاد میکنه ولی برای اینکه بمونه باید جنگ خارجی داشته باشه به طوری که میتوان دولت را با تعبیر صلح در داخل و جنگ در خارج تعریف کرد میخونمش باز میخونمش دولت را میتوان صلح در داخل و جنگ در خارج تعریف کرد چیزی نمیگذرد که مردم تشخیص میدهند که پرداخت مالیاتی به دولت بهتر از آن است که به همه رشوه بدهند برای آنکه اثر از بین رفتن موقتی حاکم و پادشاه از میان جمعیتی که عادت به داشتن حکومت و دولت داشتن به خوبی واضح شود من با به مثال میگویم که در میان جماعت باگاندا چون پادشاه بمیرد هر کس ناچار از سلاح بردارد زیرا کسانی که از, اطاعت قانون سرپیچی دارند فوری آتش اختشاش و کشتار و غارت و چپاول را در اطراف کشور روشن می کنند سپنسر چه خوب گفته است که بدون وجود یک حکومت خودمختار هرگز ممکن نیست جامعه ای تکامل پیدا کند دولتی که فقط بر نیرو تکیه داشته باشد دراز نمی پاید. حالا این پاراگراف آخره ولی خیلی مهمه دقت کنید دولتی که فقط بر نیرو تکیه داشته باشد دراز نمی پاید زیرا مردم با آنکه طبیعتا زود باور و فری پذیرند دقت کنید پس مردم طبیعتا زود باور و فریب پذیرند همان گونه نیست بنا به طبیعت خود اناد و لجادت و لجاجت دارند پس مردم زود باورند فریب پذیرند ولی طبیعتشون انان دارند و لجاجت با حکومت همیشه همه و فرمان, و فرمان روایی مانند مالیات آن اندازه بیشتر قابل تحمل است که پوشیده تر و غیر مستقیم تر باشد پس دولت با حواسش رو جمع کنه درسته که امنیت رو اوورده ولی مردم درسته که فریب میخورند ولی مردم هم زود باورند ولی مردم از دولت از مالیات از فرمانده میم در زمان گذشته موقع جنگ فرمانده میذاشتن الان فرمانده با جنگ میاد میگیره بعد جنگ های خارجی را میندازه واسه اتحاد داخلی واسه که بگیم من نباشم ببینید همه میمیرید و بله ممکن هم اینطور باشه ممکن اگه نباشه مشکلاتی پیش بیاد در صورتی که مردم متحد نباشند و حالا به همین جهت است که دولت و حکومت برای حفظ حیات خود پس نگاه کنیم که دولت و حکومت برای حفظ حیات خود به اسباب و وسایل مختلف مانند خانواده و کلیسا و مدرسه متوسل می شود پس دولت برای اینکه بتونه حیات پیدا کنه برای اینکه مردم که فریب خوردن و زود باور بودند بهش لج نکنند اناد نورزند پس میاد دست به دامن خانواده کلیسا و مدرسه میشه تا تعالیم او را برپا کنند طوری بچه ها را تربیت کنند تو خونه تو کلیسا کلیسا که حالا داره میگه حالا مسجد ممکنه باشه ممکنه مال هر دیانتی باشه مدارس هم که چی در دست دولته بچه رو طوری بار میارند که دولت رو بپرسته گذشته ها فراموشه دولت از کجا اومده با خون اومده جد تو رو از من برده تو رو به بردگی گرفته همه باید فراموشه گفت همه باید فراموشه و همه باید یک تقدیس نسبت به دولت داشته باشن و نسبت به گذشتگان مال تو دزدیده ولی باید قبول کنی مال مال اونه و حق نداری بری بگیری که هیچ تازه باید اضافه تر هم بهش بدی مقدسند تا تعالیم او را برپا کنند و در جان مردم عادت دوستی و وطن و افتخار آن را بنیان گذارند پس تو خون بچه ها می کنند و نسل را رو به همین ترتیب بزرگ می کنند که باید به دولت به این دولت گذشتش رو فراموش کرد یادمون نمیاد و احترام میذاریم که اناد نورزیم که فریبی که خوردیم صفر بچسته دولت به این ترتیب خود را از داشتن هزاران پاسمان و پلیس بینیاز میسازد و افکار عمومی را با اطاعت که از ضروریات زمان جنگ است آشنا میکند زمان جنگ گفتم زمان جنگ یه نفر انتخاب میکردن متحد میشدن اطاعت میکردن هر چی می گفت. ولی زمان صلح طرف رو میذاشتن کنار حالا دولت یا باید جنگ خارجی را بندازه یا باید رو مغز همه کار کنه که همه عین زمان جنگ مطیع باشند و دروغا رو باور کنند مقدس بشمارند و یادشون بره اینا دوز بودن که اومدن اینا خون ریختن که اومدن مملکت و صاحب شدند از این همه گذشته اقلیت فرمان ناچار است که دستگاه تسلط و اعمال قوه خود را به مجموعه از قوانین تبدیل کند تا از یک طرف باعث تحکیم سلطه و اقتدار وی گردد و از طرف دیگر امنیت و انتظامی را برقرار سازد که برای رعایا حقوقی را قائل شود تا بهتر احترام قانون را نگه دارند و از دولت پشتیبانی کنند ولی یه شرط هم گذاشته که دولت موظف امنیت برقرار کنه و برای رعایا حقوقی قائل شود برای مردم و رعایا باید حقوقی قائل شود تا اینکه بهش احترام بذارند و ازش پشتیبانی کنند فردا شب در مورد قانون صحبت میکنیم شب همگی میکنی. بخیر